آیا اشیا و کالاهایی که ما استفاده می کنیم و فضای خونه های ما در هویت ما تأثیر دارند؟ به نام خدا سلام من علی صادقی هستم از پادکست سلفی و در این برنامه قرار راجع به کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران نوشته خانم پاملا کریمی با همدیگه صحبت کنیم. ایشون استاد دانشگاه هستند در رشته تاریخ هنر و این کتاب حاصل سالها تحقیق و تلاش ایشونه که نه تنها به سوالات اول اپیزود جواب میدن بلکه در همین زمینه موارد متعددی رو با جزئیات زیادی بررسی میکنن من تصمیم گرفتم پیش گفتار این کتاب رو به صورت کامل براتون بخونم چون هم ساختار کتاب رو توضیح میده هم به موضوعاتی که داخل کتاب اومده میپردازه و منو از هر نوع توضیح اضافه بی نیاز میکنه بنابراین ازتون میخوام که به دقت توجه کنید به این اپیزود و اگر صوتی این اپیزود رو گوش میدید حتما تصویریش رو هم ببینید به خاطر اینکه عکس ها و توضیحات نوشتاری رو من در ویدیو قرار میدم بریم سراغ خانش پیشگفتار این کتاب ارزشمند پیشگفتار در گرماگرم تغییر و تحولاتی که در طراحی چشمندازها و مناظر شهری در حال وقوع بود، تبلیغ شرکت کوکاکولا با آن علامت قرمز و سفید معروفش و بطری سبز نوشابه برجسته آن نشانه شروع دوره مدرن بود. این عکس یعنی تصویر شماره 01 در سال 1338 در شهر نفتی آبادان گرفته شده است و در آن به خوبی ذات اصلی اقدامات مرتبط با توسعه غربی در صده گذشته ایران مشاهده می شود. کشش غیرقابل توضیح و همزمان حس تهدیدی به همان اندازه غیرقابل توضیح نسبت به چیزهای جدید و متمایز عناصری خارجی به محیطی دلگیر افزوده شدهاند و به آن رنگ و رو دادهاند اما گویی در جای خود قرار نگرفتند. با وجود آن که جهانی شدن باعث نزدیکی فرهنگ های مختلف دنیا به یکدیگر شده بود، چالش های دهه 1330 اما همچنان پابرجا بود. تلاش هایی برای رهایی که در عوض به محدودیت بیشتر می انجامید. نیات خیری که بد تعبیر می شدند و برنامه های خوشترهی که به بیراهه می رفتند. پیش از آن که در پایان قرن 19 همه میلادی بریتانیایی ها نفت را در منطقه کشف کنند آبادان هزاران سال تنها یک روستای کوچک بود در سالهای دهه 1300 اولین ناحیه مسکونی در این منطقه توسط معماران بریتانیایی ساخته شد و این آغاز دگرگونی آبادان در مسیر تبدیل شدن به شهری بود با شکافی عمیق میان فقر و ثروت به مرور زمان آبادان به شاخصی برای توصیف ورود سریع ایران به دنیای مدرن بدل شد. پل شرودر فرزند چارلز شرودر کارمند وقت شرکت ملی نفت ایران و عکس تصویر شماره یک آن را همچون مکانی توصیف می کند که غربی ها بررسیش می کردند و محلی ها مراقبتش بدون آنکه گفتگوی چندانی میان آنها رد و بدل شود. اگر به نظر یک پسر دوازده ساله خارجی مقیم آبادان چنین گفتگویی وجود نداشت اما در سایر مناطق ایران اقداماتی برای برقراری ارتباط میان شرق و غرب صورت می گرفت. هزاران کیلومتر آن طرفتر به طرف شمال در تهران زنان ایرانی مشغول یادگیری مهارت‌های خانداری در مدارس هنرهای خانداری بودند که به دنبال برنامه اصل چهار تورومن تأسیس شده بودند. برداشت آمریکایی اروپایی از زندگی خانگی و طراحی داخلی بخشی همیشگی و جدا نشدنی از زندگی طبقات بالا در جامعه ایران از ابتدای قرن بیستم بوده است پس از جنگ جهانی دوم دسترسی راحتتر به کالاهای وارداتی تأثیر گستردهای بر ایرانیان گذاشته است عناصر سازنده زندگی رویایی در خانه های ویلایی شهر با واردات کالاهای شرکت‌های آمریکایی جنرال الکتریک و یورک نظیر کولر آبی، فرگازی، ماشین‌های ظرفشویی و ظروف پرزرق و برق راه خود را به آشپزخانه‌های ایرانی باز کرد. در اواخر دهه 1330 بخش تهویه مطبوع شرکت مک‌گرو ادیسون واقع در ایالات میشیگان فروش دستگاه‌های سرمایشی خود به شهرهای ایران را آغاز کرد. اتفاقی که به کمک شهروندان آمد تا در گرمای تابستانهای داغ خانه های خود را خونک نگه دارند. چند سال پس از آن شرکت داخلی ارج با مشارکت آمریکایی ها برای تولید محصولات و ابزارالات برقی در جاده قدیم کرج تأسیس کرد. در میان محصولات مختلف کارخانه ارج یک دستگاه تهویه هوای مطبوع بدقواره فلزی به رنگ آبی به نام کولر وجود داشت. کیفیت قابل قبول و قیمت مناسب کولر که در استطاعت طبقه متوسط بود، باعث شد که این محصول به میان اعضای این طبقه راه یابد. کولر و سایر دستگاه هایی که بعدها برندهای دیگری مانند شرکت آبسال عرضه کردند با مدل های مرسوم آمریکایی آن که داخل پنجره ها نصب می شدند تفاوت داشتند. این کولرها معمولا در خارج از ساختمان نصب می شدند. به این ترتیب که یا در تراس قرار داده می شدند یا به یک چارچوب فلزی وصل می شدند. این چنین بود که این جعبه ها تعداد زیادی از نماهای ساختمانی را به اصطلاح تزئین کردند. آنها شبیه آسانسوری که از حرکت ایستاده یا خانه های کوچکی بودند که روی درختان نصب می کنن. اما بدقواره. در اواخر دهه 1340 و سالهای دهه 1350 فزونی و رونق کالاهای مصرفی جدید منبع الهام نسلی از هنرمندانی شد که بسیاری از آنها تحصیل کرده غرب بودند. و قطعا با آثار اندیوار هول در مورد اشیا و محصولات معمولی خانگی آشنا بودند. در دهه 1340 مهدی حسینی که از قبل به خاطر نقاشی های رنگ روغن آبسترش شناخته شده بود شروع کرد به تصویرسازی برای اشیا و لوازم خانگی همچون جازرفی و دستگاه های تهویه هوا. همزمان هنرمند همکار او بهجت صدر با کرکره های چوبی وارداتی همچون اثر هنری برخورد کرد. بطری های نوشابه کوکاکولا نیز در خدمت افکار و الهامات پروانه اعتمادی قرار گرفتند. اشیا و لوازمی که بر روی آنها تصویر سازی می ممکن بود وارداتی، منتاج یا کاملا داخلی باشند. در اواخر دهه 1350 یکی از برجسته ترین کسب و کارهای ایرانی متعلق به گروه صنعتی بهشهر بود. این گروه تولید کننده طیف متنوعی از کالاهای مصرفی از صابون گرفته تا روغنهای خوراکی و منسوجات بود این شرکت به عنوان بزرگترین کسب و کار خصوصی ایران مشهور بود و البته از معافیتهای دولتی چشمگیری نیز برخوردار بود در آن زمان گروه صنعتی بهشر کارزاری با عنوان هنر و تبلیغات به راه انداخت که متشکل بود از مجموعه ای با 130 اثر نقاشی داخلی و خارجی با موضوع اسباب و اساسیه خانه این آثار هنری در گالری ها و کاتالوگ های متعددی عرضه شدند سهم مایکل مایکرولاکیس نقاش یونانی که در تهران کارو زندگی میکرد در این مجموعه چشمگیر است. جعبه پودر لباسشویی کارخانه برف به سبک نقاشی های شبه واقعی فرانسوی طراحی و عرضه شده بود. جعبه این پودر لباسشویی به شکل معلق و شناور بر فراز یک بیابان تصویر شده بود که همین مسئله در ایجاد بعدی سورعال در تصویر بسیار موثر بود. موضوع اصلی این تبلیغ شکلی کاملا آرمانی پیدا کرده بود و مصرف این محصول نیز کاملا مبالغ آمیز به تصویر کشیده شده بود. این ابزارالات و وسایل به فضای نخبگان جامعه وارد شده بود و در گالری های هنری و مجموعه های مختلف عرضه می شد. در چنین فضایی هنرمندان این وسایل نوظهور و کالاهای وارداتی را سرشار از کیفیتی رازآلود و مرموز ساختند. تا جایی که منتقد مارکسیست آثار هنری و ادبی خسرو گلسرخی در دست نوشته هایش با عنوان سیاست هنر سیاست شعر که پس از اعدام وی در سال 1353 توسط رژیم شاه به صورت غیرقانونی توضیح شد با تأسف اظهار می دارد که تنها تعداد معدودی از مشتریان و حامیان آثار هنری متعلق به طبقات بالای جامعه می توانند با هنر قالبی از این نوع ارت وات برقرار کنند. ارجاع به مفهوم غرب زدگی که در آن زمان مفهومی پرطرفدار بود پس از انقلاب تداوم یافت و ذهن نخبگان پسا انقلابی را شکل میداد پس از انقلاب هنرمندانی مانند حسینی دیگر به نمایش آثاری که سرمایه دارانه تلقی می شدند موفق نشدند مسئولان جدید تمایزی عمیق میان کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی قائل بودند و محصولاتی که به طور مشترک توسط ایرانی ها و غربی ها ساخته و منتاج خوانده می شدند، از چشم آنها افتادند. این اتفاقات در کتاب های بسیاری پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفت. برای نمونه می توانید به فصل چهارم کتاب کارخانه های منتاج اولویت های اقتصادی ایران اقتصاد شرک مراجعه کنید. داستان ظهور و سقوط کولر به عنوان محصول مهم منتاج شده آن زمان موضوع هنر پیشرو و به هدف انتقاد مسئولان جدید میتواند تواند نمونه خوردی باشد از سرنوشتی که خانه های ایرانی در صده اخیر تجربه کردند. مردم طی فرایند مدرنیزاسیون وارد فضای جدیدی هم در عرصه واقعیت و هم در عرصه فکری شدند این فضای جدید با دگرگونی های فرهنگی نظیر ایجاد تصوراتی نو از سلیقه زیبایی و مصرف ممکن شده بود در سال 1343 رئیس جمهور وقت آمریکا لیندون بی جانسن گفته بود آنچه در ایران در حال وقوع است ترکیبی از بهترین اتفاقات مناطق دیگر دنیاست. سفیر آمریکا در تهران نیز در تایید حرفهای او گفته بود محمد رضا شاه پهلوی دارد ایران را به ویترین مدرنیزاسیون منطقه تبدیل می کند. حدود 45 سال بعد اما برداشت از وضعیت ایران کاملا متفاوت است. این کتاب تلاش دارد تا جنبه مخفول مانده این تغییرات را با واکاوی فرهنگ جامعه ایران طی سده 1300 توضیح دهد. در این کتاب فرهنگ مردم ایران به واسطه بررسی نحوه تبلور آن در درون خانه ها از طریق موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته کالاهای وارداتی و نحوه پذیرش آنها مورد بحث قرار می گیرد. با آگاهی از این امر که رونق و شکوفایی صنعت نفت ایران به زاعت مصرف کنندگان برای خرید کالا را افزایش داد، تحقیق من آشکار می سازد که چگونه پس از انقلاب 1357 تصورات و افکار پیشین در مورد روابط میان افراد، طبقه، مصرف، باورمندی و هویت ملی را به نحوی که در فضای خصوصی شکل گرفته بود مورد تردید قرار دادند. به این معنا من از مرزهای مباحث ناظر بر ملیگرایی و سیاستهای دولتی فراتر خواهم رفت تا بتوانم نشان به همته سالهایی که گفته می شد ایران در حال مدرن شدن است چگونه ایرانیان برای فضای زندگی روزمرهشان مبارزه کردند مبارزه ای در شکل چانهزنی که شیوه انجام و نمایش آن را نشان خواهم داد در واقع هیچگاه برنامه هایی که به اصطلاح از بالا تجویز می شدند مطابق خاص مدافعانشان درک و اجرا نشدند به همین منوال کسانی که به دنبال اصلاح زندگی خانگی از طریق تبلیغ دیدگاه های غربی و مدرن به واسطه کتاب های درسی، روزنامه ها و نشریات تخصصی بودند در موقعیتی قرار نداشتند که بتوانند طرحها و برنامه های مطلوب خود را از طریق اعمال قدرت اجرایی عملی سازند. تجربه آنها قطعا با رویکرد ساده انگارانه مندرج در نظریه کلاسیک نوسازی در تعارض بود. رویکردی که سنت را مانعی برای عملی شدن مدرنیته میدانست و معتقد بود مدرنیزاسیون یک خواست همگانی است ایران طی تاریخ طولانی خود هرگز یک کشور منزوی نبوده است در واقع ایران در آنچه که مورخان جهانی شدن باستانی مینامند نقش بسیار مهمی ایفا کرده است گسترش جاده ابریشم که از چین آغاز و به اروپا ختم میشد مرزهای ایران را به مرزهای آن در دوران امپراتوری پارتیان دویست قبل از میلاد تا 224 بعد از میلاد رسانید. تداوم صلح مغولی از اوایل قرن هفتم هجری تا اواسط قرن هشتم که در پی تصرف سرزمین های وسیعی توسط آنان بود به تقویت مراکز تجاری ایران انجامید و به ادغامش در روند تجارت جهانی همراه با مسیر جاده ابریشم کمک کرد. این مبادلات تجاری تا عصر مدرن نیز ادامه پیدا کرد و در اواخر سده 1200 با کشف و حفاری نفت ایران توسط بریتانیایی ها رشد سریعی یافت. سیاستگزاری های محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1320 به سلطنت رسید، ایران را وارد دوره رشد سریع در حوزه ساخت و ساز مسکونی و مصرف گرایی کرد. در سالهای دهه 1360 و پس از انقلاب اسلامی ایرانیان به ویژه از کشورهای غربی فاصله گرفتند. توالی دوره های حمایت گسترده از غربی شدن جامعه و مخالفت عمیق با آن بر نوع کاربری فضا و میل به مصرف ایرانیان به شدت تأثیر گذاشته است. فرهنگ جهانی در گرماگرم برنامه های نشرقی نغربی به واسطه میانجی چون فیلم ها که معمولا به شکل غیرقانونی توضیح می شدن، نشریات ادواری، بازی های ویدیویی، پسترها، تصاویر اینترنتی و ماهوارهی جامعه ایرانی را تحت تأثیر قرار می داد. کتاب حاضر روند نوسازی در ایران معاصر را از دو منظر زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه خانه ایرانیان در کسبت مکانی برای رویارویی با دیگری و در نظر گرفتن ملت به عنوان یک خانه عمل کرده است. در نیل به این هدف من بر کارهای دانشگاهی و پژوهشی پیش از خود که تفسیرهای قانع کنندهی در ارتباط با این مسئله ارائه داده اند متکی بودم. زندگی خانگی، جنسیت، فرهنگ مصرفی و تجدد بررسی موضوع خانه هم به معنای یک محیط مادی و هم در معنای استعاری آن برای فهم ساختارهای اجتماعی قدرت در مطالعات جنسیت، اندیشه های پسا استعماری و نظریه های رابطه میان فضا و هویت بسیار ضروری است. کتاب های نظیر رازورزی زنانه اثر بتی فریدن و کتاب کار بیشتر برای مادر کنایه های فناوری خانگی از اجاق آشپزی تا مایکروفر اثر روس شوارتس کاون به بررسی ساعات پرشماری پرداختند که زنان خاندار صرف تمیزکاری و خانداری می در این نوشته ها در بررسی برخی موضوعات از اندیشه های مورخان معماری استفاده شده است و این امر به چند بودی شدن این کتاب یاری رساند. است. یکی از این موارد بررسی خانه به عنوان یک واحد مصرفی و دلالتهای جنسیتی همراه با آن است بدون شک در تمامی این مطالعات بررسی جنسیت یک معلفه مرکزی است خانه مدرن در قلمرو زنان و همچون محل مصرف انگاشته می شود همانطور که والتر بنیامین در مورد اروپای اوایل 1800 گفته بود برای اولین بار فضای زندگی از فضای کاری متمایز و جدا شده است البته مشخص است که زندگی خانگی تنها یک پدیده مدرن نیست و حاصل همامیزی اقتصادهای سرمایهداری نیز هست با الهام از کارهای شوارتز و فریدن و نظریه پردازانی که رابطه میان محیط مصنوع و زندگی روزمره را بررسی کرده مانند هانری لفور و ادوار سوجا افرادی مانند شریلی آردنر دوریان مسی و دافنه اسپین به این مسئله توجه نشان دادهاند که چگونه خانه به عنوان یک فضای مادی در خدمت پیشفرزهای معطوف به نقشهای زنان و مردان درآمده است مثلا اینکه زنان به قلمرو مصرف و خانه تعلق دارند و مردان به قلمرو تولید و فضای عمومی. همچنین الیزابت کالینز کراملی، دلورس هایدن و گوندلین رایت در مطالعات خود در موضوع معماری فضای داخلی خانه های آمریکایی به بررسی نگرش مصرفی، نقش های مردان و زنان و رابطه آنها با نوع معماری خانه پرداختند. این محققان موضوعاتی مانند جنسیت و فرهنگ مصرفی و تداخل احتمالی آنها با ویژگی های فضایی خانه را بررسی کردند و نشان دادند که چگونه بعضی از اشکال معماری و چارچوب فضایی به انواع متفاوتی از زندگی منجر می شوند. مطالعات مربوط به گروه های اقلیت و مفهوم سازی های از خانه نیز به مفاهیمی فراتر از جنسیت توجه نشان دادند. بلهوکس خانه را به عنوان محل مقاومت می‌بیند و فضاهای خانگی را در هویت یابی زنان مورد ارزیابی مجدد قرار داده است. هومی به ها نیز به یک احساس متغیر و جهانی نسبت به فضا و احساس تعلق به سرزمین اشاره می کند. تحلیل های این نویسندگان به طرزی آشکار با مفاهیم فضایی پیکر شدهاند اما در آنها اشاره مستقیمی به خانه به عنوان یک وجود مادی نشده است. آنها همچنین در تغییر روی سنتی سهم داشته و توجه ها را به ضرورت مطالعه فضاهای مسکونی به کمک رشته های دیگر جلب کردند. به علاوه آنها با وارد کردن مفهوم خانه در آثار خود به دو قطبی همیشگی عمومی در برابر خصوصی و خود در برابر دیگری پایان دادند. ادبیات موضوعی حاکم بر سراسر مباحث من در کتاب نیز از نظریات اخیر وام گرفته شده است. در این کتاب مفاهیمی همچون عمومی خصوصی، مردان و زنان و خود و دیگری به مسابه مفاهیمی ایستا و بسته در نظر گرفته نشدند و به مفاهیمی بازنمایی شدند که از قابلیت بالای تغییر برخوردارند. در تحقیقاتی که ذکرشان رفت، فضای خانگی محصول روابط میان افراد، گروهها و معماری در نظر گرفته می شود. در این کتاب سعی کردم تا روابط فضایی را در سطوحی متفاوت در داخل و بیرون از خانه ها نشان دهم. در همین راستا متوجه شدم که در هیچ کدام از این موقعیت ها یک تقسیم بندی شست رفته میان معماران و کاربران یا تولید کنندگان و مصرف کنندگان وجود ندارد. این ادعا مخصوصا در کشورهای غیرغربی که در آنها انگاره ها توسط کارشناسان خارجی مطرح شده اند صادق است. وقتی افکار غربی اعم از مدرنیته و سایر جوانب غیر بومی در بستر جوامع غیرغربی پیاده شدند در مواجهه با آنها مردم باید در این باره تصمیم می گرفتند که آیا این رفتارها و کالاهای خارجی را بپذیرند آنها را با شرایط بومی خود سازگار کنند یا آنها را از نو بسازند جوردن سند در مطالعه خود در مورد زندگی خانگی و طبقه در ابتدای قرن بیستم ژاپن مطرح می کند که ماجرای مدرن کردن خانه ها در جوامع غیر غربی ابزار خوبی برای فهم این نکته است که چگونه ایدئولوژی زندگی خانگی مدرن از ابتدا به مسابه امری خارجی درک شده است. خارجی بودن در اینجا به اهمیت این نوع از زندگی خانگی کمک می کند و آن را در مقابل زندگی خانگی بومی قرار می دهد. اندیشمندان بسیاری به موضوع پذیرش یا بومی کردن انگاره های غربی حین بررسی خانههای سنتی اسلامی پرداختند. این مسئله همچنین مورد علاقه کسانی بوده که زندگی خانگی در خاور میانه دوره مدرن را مطالعه کردند. واژه حرمسرا یا اندرونی که بیشتر در زبان فارسی رایج است به بخش درونی و زنانه خانه ها اشاره دارد. غربی ها برای قرون متمادی از این واژه برای توضیح فضاهای داخلی خانه های جهان اسلام استفاده می کردند. اندیشمندان پیشگامی همچون فاطمه مرینیسی، مالک آلولا و نیلوفرگول مجموع مقالاتی به نام داستانهای حرمسرا رؤیای کاخ و فضاهای زندگی دارند که توسط مرلین بوس گردآوری شده است. این مقالات به شیوه های مختلفی پرداختند که در غالب آنها حرمسراها طی تاریخ توسط بازدید کنندگان داخلی و خارجی به تصویر کشیده شده و بازنمایی شدند. در آثار این نویسندگان از تصورات غالبی موجود حول مسئله حرمسراها پرهیز شده است. آنها معتقدند که حرمسراها کارکردهایی بسیار گسترده تر از آنچه که در منابع مکتوب و مجلات مصور غربی آمده داشتند. به عنوان مثال، متفاوت از آن تصویر غالبی است که درباره حرمسراهای سلطانی شاه و زنان متعددش وجود دارند. این روی کرد در مطالعات جدید نیز اتخاذ شده و به طور خاص بر توصیف اندرونی ها در کتاب حاضر نیز سایه انداخته است. دوگانه های قطعی و بدیهی مانند مردان در برابر زنان، فضاهای داخلی در برابر فضاهای خارجی و فضاهای عمومی در برابر فضاهای خصوصی مانع از توجه مورخان به سایر جنبه های جنسیتی اندرونی ها شده است. مثلا استفاده از تصاویر زنان فرنگی روی دیوارهای داخلی امیدوارم که با بررسی چنین پدیده بتوانم ابزارهای دیگری برای فهم اندرونی ها و ارتباط آنها با موضوع ارائه کنم سه مطالعه در مورد وضعیت خانوارهای مصری و ترکی در اوایل قرن بیستم توسط آلندوبن جامعه شناس جنبهار اقتصاددان جان ادواردو کمپو عالم دینی و فرح غنام انسانشناس انجام گرفته است برجستگی این مطالعات در بررسیشان از ارتباط موجود میان زندگی خانگی، جنسیت، مذهب و مسائل اقتصادی و اجتماعی نهفته است. در کار این دانشمندان ارتباط میان عقاید اسلامی که در اینجا بیشتر نوع اسلام اهل تسنن مد نظر است، با روابط جنسیتی و عوامل اقتصادی در محیط داخلی نیز نشان داده شده است. تعدادی از مورخان معماری نیز در بررسی خانه از رویکرد بین رشته ای استفاده کردهاند. در کتاب مدرنیسم و برساخت ملت، فرهنگ معماری ترکیه در جمهوری اول، نوشته سیبل بزدغان و تصور خانه های ترکی، رؤیای جمعی خانه، نوشته کارول برتروم از همین رویکرد بهره گرفته شده است. نویسندگان این آثار تلاش کردهاند تا با موضوع خانه فراتر از چارچوب مادی آن توجه کنند. این نویسندگان توضیح دادند که چگونه معماران ترکی امیدوار بودند که طراحی خانه‌های مدرن هم به سبک زندگی سالمتر و بهتری برای ساکنان آن بیانجامد و هم زیل گفتمان ملیگرایی قرار بگیرد برتروم با بررسی مفهوم زندگی خانگی به شکلی جزئی تر و دقیقتر اهمیت خانه های قدیمی عثمانی را نشان میدهد. این خانه ها و نحوه بازنمایی آنها در منابع مکتوب و مجلات مصور در زمانی که غربی شدن در جمهوری ترکیه با شدت تمام در جریان بود نقش قابل توجهی در تصورات مردم ترکیه ایفا می برترون برتروم به این نکته اشاره دارد که چگونه خانه در شکلگیری گفتمان هویت ملی ترکیه سهم‌آفرینی کرده است. بحث لیزا پولارد در بررسی خانوارهای مصری در تربیت ملت سیاستهای خانواده برای مدرنیزاسیون استعمار و آزادسازی مصر 1805 تا 1923 نیز مشابه همین کار است پولارد معتقد است که قلمرو زندگی خانگی میدانی محوری برای دولت ملت مدرن مصر بود تا به واسطه آن بتواند روابط جدیدی با مردمش برقرار کند در کتاب او نوع بازنمایی و پیکربندی مفاهیم مانند ملیت و شهروندی در مطبوعات عام پسند و کتابهای درسی نشان داده شده است. مثلا بر اساس این متون تمیز نگه داشتن فضای داخلی خانه ها نمادی از نظم سیاسی و قدرت ملی بود. البته پولارد به ابعاد مربوط به معماری خانه ها نیز پرداخته است با این حال نگاهی جدید به موضوع خانه و اهمیت آن در سطوح سیاسی و ملی مطرح می کند این مضمون در کتاب تحولات در مصرف خانگی و زندگی خانوادگی در خاور میانه مدرن خانه ها در بستر تغییرات نیز که توسط رلی شکتر گردآوری شده مورد تایید قرار گرفته است یکی از فصول این کتاب توسط پولارد و شش نویسنده دیگر نگاشته شده است و در آن به اندی اندیشه مربوط به زندگی خانگی و نحوه بازنمایی آن در اسناد و مدارک بایگانی، نشریات، کتب و عکس ها پرداخته شده و ابعاد مشترک زندگی خصوصی مردم در مصر، فلسطین و ترکیه توصیف شده است. این اثر نشان می دهد که چگونه مردم این کشورها که پیشتر تحت تسلط امپراتوری عثمانی بودند با اراده و انتخاب شخصی خود یا به زور و اجبار به بازسازی محیط پیرامونی و بلاواسطه خود دست زدند. کتاب شکتر نیز در همین ادبیات موضوعی جای میگیرد آنچه در مطالعات قبلی مورد غفلت واقع شده یعنی نقش مسلمانان شیعه در شکل دهی به نیروهای نوسازی زندگی خانگی همزمان با مقابله با برخی وجوه این نوسازی در کتاب حاضر مورد بررسی قرار گرفته است برخلاف سایر کشورهای خاور میانه خانه های ایرانی به عنوان یک شیء مادی و ذخیره تعلقات مردمی چندان مورد توجه جامعه دانشگاهی نگرفتند. این عدم توجه در بستر نابسندگی گستره موضوعاتی که شامل کمک هزینه های تحصیلی برای مطالعه تاریخ ایران مدرن می شوند قابل فهم است. در نتیجه ضرورت فهم تحولات زندگی خانگی و سایر کنشهای های غیر سیاسی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفتند. برای اثبات این مدعا می توان به این موضوع اشاره کرد که در حالی که موضوعاتی مانند انقلاب سفید و بحران جهانی انرژی بارها و بارها مورد مطالعه قرار گرفتند، گسترش فرهنگ مصرفی در خانه های ایرانی سالهای دهه 1350 کمتر بررسی شدند. البته این مسئله می تواند محصول کمبود داده ها و اطلاعات بایگانی معتبر و منسجم نیز باشد. نبود شواهد و مدارک کافی در بعضی از مناطق جدی تر است. مثلا در استانهای صنعتی که در دوران سلطنت رضاشاه ساخته شدند. در این مناطق تنها بعضی از مدارک و اسناد حفظ شده اند و از خانه ها نیز به خوبی مراقبت نشده است و ممکن است در بعضی از بخش ها اساسا ردی از گذشته باقی نمانده باشد تاریخ تمامی این خانه های قدیمی فراموش شده و افرادی که امروزه در این خانه ها سکونت دارند نیز متعلق به نسل دیگری هستند و اطلاعات بسیار اندکی از گذشته ها دارند سالهای طولانی نگهداری و تعمیر این خانه ها باعث شده که شکل اولیه و واقعی آنها تغییر کند و نقشه های اولیه ای آنها نیز یا گم شوند یا به خوبی از آنها نگهداری نشده باشد. شاهدان قدیمی نیز بسیار محتاطانه و با ملاحظه صحبت می کنند یا در مواردی می از حریم خصوصی امنیت و حقوق قانونی ساکن فعلی خانه ها محافظت کنند. کتاب حاضر با وجود تمام این نقصان ها نوشته شده و نتوانسته به تمامی اشکال و ابعاد خانه های مدرن ایرانی در قرن گذشته بپردازد. با این حال نمونه های موردی انتخاب شده مهمترین روندهایی را نمایندگی میکنند که به خانه های ایرانی شکل داده اند یا تحت تأثیر آن شکل گرفتند. مسکن و خانه در تاریخ نگاری های ایرانی مدرن در مطالعات مربوط به تاریخ ایران مدرن به مسئله مهاجرت از اجتماعات روستایی به شهرهای بزرگ و توسعه مساکن شهری بارها و بارها پرداخته شده است. این میزان از توجه آکادمیک به موضوع تا اندازه معلول بحران مسکن یکی از مهمترین چالش های سلطنت محمد رضا پهلوی و تا اندازه به واسطه نقش آفرینی فرودستان شهری و افراد بیخانمان در خیزش انقلابی سال 1357 است. رساله ها، کتب و مقالات بسیار زیادی از سالهای دهه 1340 به بعد نوشته شدند که مضمون اصلی آنها به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع بحران مسکن در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. آصف بیات در کتاب سیاست های خیابانی جنبش توحیدستان در ایران ضمن بررسی اوضاع و احوال سالهای 1358 تا 1359 در ایران پس از انقلاب به این موضوع می پردازد که چگونه فرودستان شهری با مسئله بیخانمانی بدون کمک های دولتی دست و پنجه نرم کردند. اما جایگاه مسکن و خانه در تاریخ ایران مدرن محدود به همین دو سال نیست بیات به موضوع نبود مسکن کافی برای همه و تأثیر آن بر انقلاب پرداخته است نویسندگان دیگری همچون افسانه نجم آبادی, کامرون مایکل امین و فیروزه کاشون نشانی ثابت نیز به موضوع خانه در سطح انتظایی تری توجه نشان دادند. کار آنها نشان می دهد که تصور موجود از عرصه زندگی خانگی با تصور از مفهوم مادرانگی قابل قیاس است و هر دو این مفاهیم بارها و بارها تحت سیطره گفتمان ملیگرایی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی بازسازی شدند. این مطالعات به روی کرد من در بررسی خانه و نحوه مفهومسازی آن در افکار شخصیت های فکری و سیاسی متأخر شامل متفکران چپگرا و نظریه پردازان جمهوری اسلامی ایران شکل دادند. سایر مورخان حوزه زنان در ایران مدرن مانند نیما نقیبی، مایکل زرینسکی، یاسمن رستم کلایی، گلنار الانور و فرانسیس دهقانی به بررسی نقش آموزگاران میسیونر آمریکایی و انگلیسی در معرفی افکار غربی مرتبط با زندگی خانگی به زنان ایرانی پرداختند. یکی از جنبه های ارزشمند این کارها پرداختن به موضوع نفوذ خارجی در ایران فراتر از چارچوب سیاست است. با این حال تاکید بسیار زیاد بر محتوای آموزشی ارائه شده توسط این میسیونرهای خارجی باعث کم توجهی به کنشهای متقابل روزانه میان آموزگاران خارجی و زنان ایرانی شده است تعاملاتی که زنان ایرانی از طریق آنها شیوه های غربی زندگی روزمره را از آن خود می کردند میسیونرهای شاغل در ایران به طرزی دقیق و موشکافانه به ثبت و ضبط زندگی روزانه خود در ایران می پرداختند آنها از خانه های خود عکس می و نقشه محله های خود را ترسیم می کردن. این موارد در کنار نامنگاری های شخصی و اداری این میسیونرها بهترین منابع تاریخی در دسترس برای مطالعه زندگی روزمره در اوایل قرن بیستم در ایران است این منابع از این جهت اهمیت مضاعفی دارند که به ما در ارزیابی دوباره تاریخ مدرن ایران فراتر از تقلیل آن به پارادایم کنش های دولتی و واکنش های اجتماعی کمک می کنند. اندیشمندان معدودی مانند کامرون مایکل امین برای فهم چگونگی ورود افکار وارداتی در زندگی روزمره مردم ایران به بررسی کالاها پرداختند. امین در مقاله واردات فرهنگ زیبایی به ایران در دهه 1300 و 1320 فردگرایی برآمده از بازاریابی انبوه در اصر از خودگذشتگی ضد امپریالیستی ورود روزافزون محصولاتی مانند رژ لب عطر و صابون به خانه های ایرانی را بررسی می کند و به این ترتیب فضایی تازه در بررسی خانه و زندگی روزمره و فرهنگ مصرفی در دوران پهلوی ایجاد می کند. او در این کار نوع نگاه و نحوه استفاده از این کالاهای غربی را توصیف می کند و توضیح می دهد که چرا این موارد واجد اهمیت هستند. روی کرده امین برای افرادی که به بررسی موضوعات فرهنگ مادی و معماری علاقه دارند آموزنده خواهد بود. مورخانی که در دغدغه بررسی معماری ایران مدرن و باستانشناسی آن را دارند این کار را از طریق مطالعه راههایی به انجام می‌رسانند که آثار تاریخی موجود در فضاهای عمومی و بقایای آنها به هویت ملی و قدرت سیاسی عینیت می‌بخشند در مقابل اما توجه بسیار ناچیزی به معلفه های پر پراهمیتی مانند اشیاء به کار رفته در زندگی روزمره شده است درست است که هر از گاهی به یک انقلاب سیاسی نیاز است تا اعتبار و ارزش بعضی از مناهای تاریخی مانند برج آزادی که پیشتر برج شهیات خوانده میشد تغییر یابد اما وسایلی مثل ماشین ظرفشویی و صندلی به محض ورود به خانه یک فرد است که معنا و ارزش تازه ای پیدا می کنند. این وسایل نقش بسیار مهمی در شکلگیری راه های جدید مدرن بودن، ایجاد احساسات جدید ملیگرایانه و تسهیل اقتضاعات جدید نقش های جنسیتی ایفا کردند. مواردی که جملگی در کتاب حاضر بررسی شدند. معانی اشیا نیز مانند مردم با توجه به بسترهای متفاوتی که در آن قرار می تغییر می کنند. خانه ها و ابزار و وسایل درون آنها فراتر از فرهنگ مادی زندگی خانگی ایرانیان هستند. در نتیجه خانه به موضوع مورد علاقه تجدد خواهان، افراد شاغل در صنعت تبلیغات، روشنفکران و سیاستمداران با افکار و عقاید مختلف تبدیل شده بود. همچنین چیز ساده مثل نشستن بر روی صندلی به بحث پیچیده و پردامنه ای در مطبوعات عام پسند بدل شده بود. در بره هایی با صندلی همچون یکی از وسایل درون موزه برخورد می شد و در اتاق مهمانخانه قفل شده و دور از دسترس خانه های طبقه کارگر نگهداری می شد. در بره های زمانی دیگر نیز با یک ملحفه سفید روی آن را می پوشندن. بررسی این رویدادهای کوچک مانند سرنوشت صندلی و دستگاه تهویه هوا در ایران راهی برای فراتر رفتن از قلمرو عمومی و ورود به درون خانه های یک ملت است چیزهایی که در نگاه نخست بی اهمیت به نظر می رسند می توانند ماهیت پرسش های ما از گذشته و دانشی که به دست می آورین را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین کتاب حاضر در مورد ابزارالات، آشپزخانه و صندلی نیست بلکه در مورد نقش این اشیا در دگرگونی فضایی خانه هاست. کتاب پیش رو به زندگی خانگی ایرانیان و تحولات آن از اواخر دوره قاجار تا زمان حاضر میپردازد. برای تحقق چنین هدفی آثار مورخان معماری ایران معاصر به طور جدی مطالعه شده و اطلاعات قابل توجهی نیز در اختیار نویسنده قرار گرفتند اندیشمندانی مانند تالین گریگور بختیار رابرت هیلنبرند مینا معرفت و مارک کرینسن خصیصه های بومی خانه های سنتی مناطق شهری در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی را بررسی کرده و بسترهایی که به موجب آن آنها بعضی از عناصر تزئینی در خانه های شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و آبادان رشد کردهاند را توضیح دادند. این کارها به جای آنکه بخواهند به سبک یک دوره زمانی خاص بپردازند، خانه را همچون مکان تحقق سبک های مختلف شکلگیری احساسات ملیگرایانه میان مردم ایران و خداگاهی تاریخی بررسی کردند. این مورخان ما را به بازندیشی در مورد راه های انتقال افکار ملیگرایانه به معماری فضاهای مسکونی فراخاندند. از سوی دیگر کارهای جامعه شناسان و انسانشناسانی مانند جین خطیب شهیدی، جنت باور و دیگران به ما نشان می دهد که چگونه تحولات در ساختارهای خانواده و نقشهای ایفا شده توسط مردان و زنان به تغییر شکل آرایش فضاهای داخلی خانه های ایرانی منتهی شده است. علیرغم آنکه بعضی از خانه های اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی که معماری برجسته‌ای داشتند به شکلی غیر نظاممند مورد بررسی قرار گرفتهاند اما عملا هیچ پژوهش انتقادی و نظاممندی در مورد ابعاد معمارانه خانه های ایرانی پس از جنگ جهانی دوم وجود ندارد در واقع تغییرات بسیار زیادی در مسکن ایرانی توسط آمریکایی ها و متحدانشان ایجاد شده است که در مطالعات ایران مدرن مدرن مورد واقع شدند. طرح کلی کتاب کتاب حاضر بنا دارد تا با بررسی جزئیات تاریخی تحولات خانه های ایرانی را تحلیل کند. روند مدرنیزاسیون در این کشور را با وارسی طراحی داخلی خانه های مردم توضیح دهد. بنابراین مباحث مربوط به جنسیت و فرهنگ مصرفی موضوع مرکزی ما هستند. اما به بعضی از موضوعات سیاسی و اقتصادی نیز به فراخور بحث پرداخته می شود. تا روند مدرنیزاسیون در ایران از دریچه زندگی خصوصی مردم بهتر فهمیده شود. این کتاب علاوه بر ارجاب تحقیقات پیشینی که در رابطه با این موضوع انجام اند بیشتر مد نظر دارد تا تغییر شکل خانه های ایرانی را بر مبنای خاص مردم به نشان دادن علایق و دیدگاه های فرهنگیشان توضیح دهد. در واقع درست است که ورود اندیشه های غربی و وارداتی و تصمیمات دولتی عوامل سرعت بخش تحولات خانه های ایرانی و ورود فناوری های کارآمد به آنهاست. لیکن ایرانیان در فرایند تصمیم گیری در گزینش جنبه های مفید خانه های غربی عملیت خود را حفظ کرد. کردند. نتیجه این فرایند تطبیق دادن کالاها و اندیشه های غربی با هویت فردی و ملی مردم ایران در دوره بسیار شتابانی از تغییرات بوده است کاری که شاید تنها خود ایرانیان در نهایت می توانستند آن را پیش ببرند فصل اول کتاب با عنوان آلونک، حرمسرا و اسباب و اساسیهی با خواستگاه دورگه توضیح می دهد که در انتهای دوره قاجار چگونه مسلک ها و زوابط خانه های سنتی متعلق به خانواده های گسترده اندک اندک رنگ می باختند. به ویژه آن که در این دوره هویت جنسی خانه که با مرزبندی میان اندرون و بیرون تعریف می شد شروع به تغییر کرد. در نتیجه از آن پس هویت جنسیتی خانه با عناصری همچون زائقه ساکنان در طراحی داخلی و تزئینات خانه تعریف می شد. ایرانیان آشکارا تحت تاثیر طراحی داخلی همتایان اروپایی خود بودند. اما در عین حال از آنچه با آن به شکل تصادفی مواجه شده بودند عینا نسخه برداری نکردند آنها به سبک خاصی از طراحی داخلی تلفیقی دست یافتند که تنها منحصر به قاجارها نبود بلکه راهی برای ابراز نوع زاغه افراد و نشان دادن جایگاه متمایزشان در سلسله مراتب اجتماعی بود فراتر از همه آن که ایران در آستانه ورود به دوره صنعتی بود و با بازنگری در نوع طراحی داخلی تأمل در مورد فهم ایرانیان از خودشان نیز ممکن میشد برای نمونه کالاهای کارخانهای زیادی وارد ایران میشدند و به اصطلاح پرزرق و برق و عجق وجق بودند که جاذبهشان به سادگی چشم ایرانیان را نمی گرفت. و آنها برای زیبادانستن این کالاهای به اصطلاح پرتمطراق و سطحی دلایل قابل قبولی داشتند پرداختن به اقتصاد تجسمی تصاویر و تصورات این دوره مهم است نه تنها از این جهت که برای خانوارهای قاجار جذاب بودند بلکه از آن جهت که به فهم ما از فرهنگ این دوره کمک می کنند. بنسا آرشوارت و جنن ام شیبلیسکی ویراستان فرهنگ تجسمی قرن 19 هم معتقد هستند که اشیاء تجسمی را نباید بر مبنای ارزش زیبایی شناسانه آنها ارزیابی کرد. بلکه معانی آنها در ساختن تصورات و تجربه عینی است که اهمیت دارد در نگاه اروپاییان معاصر و مشاوران هنری بسیاری از جنبه های فضاهای داخلی خانه قاجار فاقد اهمیت زیبایی شناسانه هستند اما از این جهت ارزشمند هستند که به ما نشان میدهند چگونه و چرا بعضی از افکار و کالاهای غیر متعارف وارد زندگی روزمره مردم ایران شدند و چگونه داوری مردم در مورد ارزش زیبایی شناسانه این موارد از طریق مواجهه متنوع آنها که ترکیبی از تقلید و تمایز طلبی بود عیان می شود. یکی از جنبه های جالب این فرایند میزان اهمیت زنان و زنانگی هم به معنای واقعی و هم در شکل انتظایی است. از اواخر صده 1200 به این سو، زنان و زائقه زنانه آنها نقش حیاتی در قلمرو خانگی پیدا کردند. برخی از خارجیها زنان قاجار را به خاطر نداشتن سلیقه خوب در آراستن و چیدمان فضاهای داخلی خانه و ناآگاهی از راه های مراقبت از اعضای خانواده هایشان سرزنش می کردند. آنها تلاش کردند تا وضعیت را با ارائه برنامه درسی جدید در مدارس دخترانه و به واسطه آگاهی رسانی از طریق مجلات زنان بهبود ببخشند. بنابراین سکونت در یک خانه بهتر دیگر تنها به موقعیت اقتصادی برتر افراد مربوط نمیشد و نوعی سرمایه فرهنگی به شمار میرفت در نهایت در گفتمان جدید برآمده از انقلاب مشروطه 1285 میان اصلاح طلبی در عرصه سیاست و ارتقای شرایط در فضای خصوصی خانه ها ارتباط برقرار شده بود. در این زمان دیگر زنان ایرانی تنها در موقعیت اصلاح شدن قرار نداشتند و زنان طبقه متوسط و بالای جامعه با قاطعیت تمام شروع به فعالیت در این حوزه کردند و به تدریج خودشان به مصلح مبدل شده. در فصل دوم با عنوان نوسازی اندرونی ملت توضیح داده می شود که چگونه دولت پهلوی اول و ورود سرمایه خارجی برای اولین بار در ایران در پروژه های ساخت مسکن در سطح ملی مشارکت قابل توجهی کردند. این دوره آغاز شکلگیری سلسله مراتب اجتماعی بر مبنای موقعیت اجتماعی و رده شغلی افراد بود و تمایز طلبی های قدیمی بر اساس موقعیت های انتصابی افراد در حال ریشهکن شدن بودند. بیشتر ایرانیان به سبک زندگی طبقه بالاتر از خودشان نگاه داشتند و سعی می کردن تا از بعضی از سویه های زندگی آنها تقلید کنند. با این حال لازمه دسترسی به یک خانه بهتر و مدرنتر تحصیلات بهتر و ثروت بیشتر بود و این مواهب تنها به گروه محدودی در جامعه تعلق داشتند. در چنین بستری بود که در زمان پهلوی اول مناطق مسکونی در تهران و سایر شهرهای صنعتی توسط متخصصان ساخته شد و تقسیم بندی فضایی آنها بر اساس شغل و موقعیت اقتصادی صورت گرفت اتفاقی که منجر به ایجاد فضای نابرابر و ناعادلانه در جامعه شد در شهرهای نفتی جنوب کشور که خارجیها در همسایگی مردم بومی زندگی کردند شرایط زندگی روزمره کاملا به شهرهای مستعمره شباهت داشت. بنابراین به جای تمرکز بر خدمت رسانی به مردم، مناطق مسکونی و طبقات جدید در شهرهای جدید صنعتی بیشتر جایی برای اعمال قدرت دولت بود. دولت وارد عرصه زندگی خصوصی مردم شده بود تا تفوق خود را حفظ و توجیه کند و این ادعا را می توان به واسطه گزارش های مکتوب مختلف و بازنمایی های تصویری ارائه شده در رسانه ها اثبات کرد. اما شرایط زندگی افراد بی خانمان و توحید است در رسانه ها باستابی پیدا نکرد. بسیاری از آنها روستاییانی بودند که برای پیدا کردن کار مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ شده بودند. با افزایش قیمت نفت در دهه های 1340 و 1350 اجتماع طبقاتی جای خود را به جامعه مصرفی همگنتری داد که قسمتی از اعضای طبقه کارگر و متوسط نیز به بازی آن راه یافته بودند. در فصل سوم با عنوان جنگ سرد و اقتصاد میل و زندگی خانگی تلاش شده تا خلع مطالعاتی موجود در رابطه با تأثیر جنگ سرد بر ایران پر شود. این کار با نشان دادن نحوه تأثیرگذاری سیاستگذاری کلان جنگ سرد و دولت ایران بر زندگی خانگی انجام شده است. در این دوره موارد کم اهمیتی مانند راههای جدید تمیز کردن خانه را میتوان بخشی از دیپلماسی آرام آمریکا در نظر گرفت. بازبینی اتفاقات این دوره در فهم فرهنگی زندگی روزانه مردم خاورمیانه میانه اهمیت دارد. بسیاری از مورخان مانند رشید خالدی معتقدند که بحرانهای فرهنگی امروز میراث بر جای مانده از سیاستگذاریهای های جنگ سرد در منطقه هستند. با این وجود علا چند مورد استثنایی مطالعه عمیقی در مورد تأثیر سیاست های دوره جنگ سرد بر فرهنگ مادی مردم خاور میانه خص ایران انجام نشده است. این فصل در مورد تعاملات سیاسی و اجتماعی و بسیار فراتر از روی کرده دولت است. بعد از جنگ جهانی دوم در قالب برنامه اصل چهار تورومن زندگی خانگی آمریکایی به ایران وارد شد مدارس هنرهای خانداری برای دختران تأسیس شد و در آنها علاوه بر برنامه درسی جدید نمونه های واقعی خانه های الگو نیز عرضه شدند. در دهه های پس از آن، صادرات کالاهای آمریکایی به ایران آنقدر افزایش یافت که در نیمه دوم دهه 1350 بازار ایران کاملا از محصولات آمریکایی اشباع شده بود. این محصولات بارها و بارها در مطبوعات عام پسند و نشریات زنان تبلیغ می شدند. محتوای این نشریات برگرفته از نمونه های غربی، همچون نشریه خانه بانوان و خانداری. خوب و غیره بود و تصویرشان نیز از منابع غربی کپی میشد که شخصیت ها و محیط آمریکایی انگلیسی را ترسیم می کردند. البته ایرانیان کالاهای وارداتی را بیدرنگ نپذیرفتند و به شیوه خاص و خلاق خودشان با رویای آمریکایی مواجه شدند بعضی از مالکان خانه های قدیمی خود را به شکل مدرن تغییر دادند و بعضی دیگر خانه های مدرن خود را سنتی تر کردند روشنفکران ایرانی از جمله متفکران ران چپ خانه های مدرن شده ایرانی را بر مبنای نگاهشان به هویت ملی مورد بازنگری قرار دادند و نتیجه کار آنها با جدیت و حرارت توسط نخبگانی با ذهنیت مذهبی پیگیری شد. فصل چهارم با عنوان متقاعد کردن به و محافظت از پرهیزگاری در خانه های مدرن به جنبه های مذهبی زندگی خانگی مردم ایران پرداخته است. در اوایل قرن چهاردهم برخی افراد بر اساس آموزه های دینی معمولی ترین کالاهای وارداتی را در آب غسل میدادند تا پاکشان کنند این رو که تا اواخر دهه 1350 تداوم پیدا کرد زمانی که خانه های جدید و محتویات نوع درون آنها مانند ماشین ظرفشویی یخچال و لوله داخلی درک از نجس و پاک بودن را دگرگون کرد متفکران مذهبی به صورتبندی دوباره قواعد زندگی روی آوردند تا بدین ترتیب اخلاقیات مذهبی در مورد زندگی خانگی و بهداشت را به روز رسانی و تأثیر غربی ها را محدود کنند. مطالعه دقیق کتاب رساله نوین آیت الله شیرازی و بررسی تصاویر آن که شامل عکس ها جداول و نمودارهای مشخص بود به ما کمک می کند تا متوجه شویم که چگونه متفکران مذهبی در اواخر دوره پهلوی در شکل گیری یک زندگی خانگی مدرن شیعی سهم داشتند. در همان زمان که متفکران مذهبی در پی نوسازی آداب و رسوم مذهبی روزانه و سنتی مردم ایران بودند، گروهی از معماران نیز در پی احیای بعضی از باورهای دینی در طراحی‌های مدرن خود بودند. در اوایل دوره پهلوی به موضوع مسکن در قالب ادبیات نوگرایانه غربی پرداخته میشد و هدف اصلی دستیابی به خانه های بهتر و کاربردی تر بود اما این نگرش در آخرین دوره حکمرانی رژیم پهلوی مورد اعتراض واقع شد گرچه نوع زندگی مرتبط با خانه های حیاتدار قدیمی مورد حمایت حکومت نبود اما ویژگی های مربوط به معماری این خانه ها به عناصر اصلی گفتمان هویت ملی تبدیل شده بود. بود. ایرانی بودن و همزمان مدرن بودن در گفتمان روشنفکران ایرانی در این بزنگاه تاریخی مورد حمایت بود بر حسب گفته آنها جذابیت معماری و هویت معنوی و اسلامی در چینش خانه های حیاتدار قدیمی نمایان بود و می توانست بخشی از روند بازآفرینی هویت ملی هم در مقام فائل و هم به عنوان موضوع فرایند مدرنیته باشد در مجموع باید گفت که تاکید بر گذشته منزه و معنوی ایران روند مدرنیزاسیون در ایران را از نوع سکولار آن به نحوی که در علوم اجتماعی غرب توصیف می شود متفاوت کرده است ویژگی های فضاهای زنانه و مردانه خانه ها در اوایل دوره پهلوی در فصول دو و سه مورد بحث قرار گرفته است در فصل پنجم اما با عنوان فضاهای زنانه و مردانه و پیکرهای بیسامان سامان تاثیر جنسیت در فرهنگ طراحی دهه آخر حکمرانی پهلوی به شکلی جزئی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است در این دهه زنان وارد هایی شدند که قدرت مردانه در آنها از قبل نهادینه شده بود حکومت پهلوی زنان را به مشارکت در کارهای معماری و فضای عمومی در نقشهای طراح مشتری و مصرف کننده دعوت میکرد به این موارد جزئی زنان تا اواخر دهه 1350 در نقش‌های پیشینی خود باقی ماندند زنان به حضور خود در مشاغل تحت سلطه مردان مانند طراحی و معماری اصرار داشتند اما راههایی که برای نیل به این هدف انتخاب کرده بودند ریشه در گفتمانی داشت که سلطه مردان را تداوم می‌بخشد تنزل دادن موقعیت زنان و تشویق آنها به داشتن فضایلی مانند زن خاندار خوب بودن، زنان معمار را به معماری خانه های مسکونی به جای طراحی نهادهای عمومی سوق داد. البته این زنان به خاطر داشتن جایگاه حرفه‌ای به عنوان معمار در اواخر دوره پهلوی جایگاه و موقعیت بهتری در فضای عمومی کسب کردند. همچنین برخلاف خانه های قدیمی، خانه های مدرن در دیدرس فضای عمومی قرار داشت. با این این همه این سبک معماری نیز خلوت گزینی و انزوای زنان را باز تولید می کرد. چرا که حالا زنان باید خود را به خوبی درون خانه هایی که در معرض دید عمومی قرار داشت حبس می کردن و می پوشندن. بر مبنای همین ارزیابی ها این فصل توضیح می دهد که چگونه قواعد سنتی مربوط به زنان در دوران انقلاب و پس از آن از طرفی مورد اعتراض واقع می شد و از طرفی هم تشدید می شد. در این فصل هم به توضیح ملاحظات نظری و هم نظم مادی معماری پرداختم. همچنین توضیح دادم که چگونه قواعد مربوط به تفکیک زنان مردانه و جایگاه زنان در ایران پس از انقلاب در بعضی از برخوردها و تصورات مربوط به آن در دوره پیش از انقلاب ریشه داشته است. در واقع گرچه مقولات هویتی مربوط به جنسیت تغییر کرده بود اعمال قدرت در تعریف و باز تعریف فضاهای جنسیتی و اعمال انضباط تداوم داشت با بررسی مباحث پسا انقلاب در حوزه معماری و زنان صفحات پایانی این فصل به توضیح نگرش پدید آمده در دوره بعد از انقلاب می پردازد. نگرشی که معتقد است زنان تنها به بعضی از فضاها اختصاص دارند و فضاهای مختلف نیز باید به نحوی سازمان بیابند که این انتظارات را برآورده کنند. محتوای آخرین بخش کتاب با عنوان در خانه امروز درباره این است که چگونه مردم ایران از سال 1357 به این سو به دوگانه فضای عمومی در برابر فضای خصوصی که در متون رسمی تصاویر و فضاهای مادی واقعی نظام جدید بروز پیدا کرده بود اکتفا نکردند بسیاری از هنرمندان ایرانی و معماران حرفه‌ای از جمله زنان بعضی از جنبه های قانونی را کنار گذاشتند و فرهنگ خاص خودشان را آفریدند که باعث میشد بتوانند برخی دیدگاه های غالب را زیر سوال ببرند، به چالش بکشند و در برابر آن ایستادگی کنند، بی آنکه حرفه‌هایشان به مخاطره بیفتد. ایستادگی در اینجا به معنای انجام اعمال قهرمانانه از سوی مقاومت کنندگان نیست بلکه بدین معناست که اعمال کسانی که ایستادگی می کنند به ما در مورد پیچیدگی ساختارهای در حال تغییر قدرت در ایران می آموزد. مثلا ایرانیان در برابر قواعد مربوط به زندگی عمومی و خصوصی ایستادگی می کردند اما این کار را به شکل آشکار و رو در رو انجام نمیدادند. بنابراین ایستادگی در اینجا به معنای رد کامل نظم موجود نیست. ایرانیان در واقع توانستند که عقاید خودشان را با طرح کلیتر دانش قدرت آشتی دهند. آنها از خلال فضاهای بینابینی عمل می کنند که در آنها درجات متفاوتی از قدرتمندی و بیقدرتی حاکم است. کتاب در صفحات پایانی خود خوانندگان را دعوت می کند تا در مورد دو قطبی های ساده انگارانه مفهومی در ایران پس از انقلاب بازنگری کنند. دو قطبی هایی که در رسانه های بین المللی در موردشان اغراق می شود. کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران انقلاب های داخلی عصر مدرن در بردارنده دو نکته کلیدی است. در ابتدا کتاب معرفی زندگی روزانه شهروندان معمولی ایران در فرایند مدرنیزاسیون می طیف تیف گسترده ای از ابزارها بررسی و تحلیل می شوند تا شاید به توان راه های جدیدی در مطالعه تاریخ مدرن گشود. اسناد و مدارک مختلفی مانند اسباب و اساسی خانه، لوازم و ابزارالات، نقشه های معماری، نقشه، عکس، مجموعه های تلویزیونی، فیلم، رمان، کارهای هنری، آلبوم بریده جراید، نامه های شخصی و گزارش هایی که کمتر مورد توجه مورخان بودند، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتند. تلاش کردم تا با فراتر رفتن از محدودیت های مختلف مثل عبور از مرزهای یک رشته در موضوع تحقیق عمیق شوم و تأثیر متقابل قلمروهای جدا افتاده از هم را نشان دهم از سوی نفوذ خارجی ها، گفتارهای عقیدتی، نقشهای جنسیتی، عوامل اقتصادی و آموزش و از سوی دیگر زائقه مد و معماری را بررسی کردم. این کتاب اتفاقات اواخر سده 1200 تا اواخر سده 1300 را روایت می کند. هر فصل به توصیف رفتارهای فردی و کنشهای جمعی در هم و بر میپردازد می که در توصیف و مصرف زندگی خانگی نقش داشتند و مباحث و ایدئولوژی های پشت سر هر کدام از این اعمال و رفتارها را نیز توضیح میدهد. در کنار محتوای این کتاب از عکس استفاده شده تا منظور اصلی نویسنده به شکلی دقیق و جزئی به مخاطب منتقل شود. کتاب حاضر تلاش کرده تا روی کرده مطالعه در مورد تاریخ ایران را از توجه به سیاست و رویدادهای مهم به سمت فرهنگ و زندگی روزمره جلب کند. همچنین کتاب نشان می دهد که مردم ایران در فرایند پذیرش اندیشه های جدید تا چه میزان عملیت خود را حفظ کردند و علاوه بر پذیرش آنها را به چالش کشیدند، مخصوصاً آن اندیشه هایی که به زور به ایشان تحمیل شدند. در فصول پیش رو نشان خواهم داد که چگونه مردم عادی ایران به سان کنشگرانی فعال به گزینش جنبه های خاص اشیا و اندیشه های مدرن که از زندگی عادیشان متمایز بودند پرداختند. این پژوهش به بررسی تاریخی ایستادگی روزمره شهروندان ایرانی در برابر تحولات رسمی تجویز شده با رویکردی کردی از پایین به بالا پرداخته است. کتاب به تسامح از یک نظم تاریخی پیروی می کند اما هر فصل بر منطق خودش استوار است خانه در هر فصل با زاویه دید متفاوتی بررسی شده و معلفه های سازنده زندگی خانگی در ایران نیز که در فهم فرایند مدرنیزاسیون در ایران و واکنش مردم به آن حیاتی هستند توضیح داده شدند بسیار خوب دوستان امیدوارم که این اپیزود تونسته باشه شما رو ترغیب کنه که برید و این کتاب ارزشمند رو مطالعه بکنید تا اپیزودهای بعدی خدا یار و نگهدار شما